سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال یوتیوب پرژنلند لند خوش اومدین. من دکتر مایده هستم. توی این کلیپ چند تا اصطلاح رو با واجه های مثل موش، گربه و سگ به شما آموزش میدم. لطفاً تا آخر کلیپ با من همراه باشید. موش تو سوراخ نمی جارو به دمش میبست. موش تو سوراخ نمی جارو به دمش میبست. سگ دو زدن. سگ دو زدن. سگ زرد برادر شغاله سگ زرد برادر شغاله دیوار موش داره. موش هم گوش داره دیوار موش داره موش هم گوش داره مثل سگ ترسیدن مثل سگ ترسیدن مثل سگ و گربه به هم پریدن مثل سگ و گربه به هم پریدن موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دومش می بست این ضرب المثل زمانی به کار می رود که شخصی برای انجام کاری مشکلی دارد. این فرد به جای اینکه یک راه حل منطقی برای آن پیدا کند با ارائه یک راه حل نادرست نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه مشکلی به مشکلات دیگر اضافه می کند. Look at the example. سارا به جای اینکه خونش رو بازسازی کنه، خونش رو خراب کرد. الان پول نداره که دوباره خونه رو بسازه. موش تو سوراخ نمیرفت، جارو به دمش میبست. بازسازی کردن means to reconstruct. خراب کردن means to ruin, destroy. دوباره خونه رو بسازه. To make it again. To build it again. سگ دو زدن سگ دو زدن یعنی تلاش و دوندگی بیش از حد در پی کسب پول یا برای انجام کاری. It means trying too much to earn money or to do something. دوندگی means running and it refers to the hard work for doing something. دوستم خیلی برای پول درآوردن زحمت میکشه. از صبح تا شب سگ دو میزنه ولی پول زیادی گیرش نمیاد. دوستم خیلی برای پول درآوردن زحمت میکشه. از صبح تا شب سگ دو میزنه ولی پول زیادی گیرش نمیاد. زحمت کشیدن means to try hard, to work hard, to trouble oneself. از صبح تا شب سگ دو زنه. He works hard from morning to night. گیرش نمیاد. گیر آمدن means to get. سگ زرد برادر شغاله. دو چیز یا دو نفر که در بدی مثل هم باشند. Literally it means the yellow dog is the jackal's brother. One is bad as the other and it can be translated as It's six of one, half a dozen of the other. من که فکر نمی کنم داداشش هم بهتر از خودش باشه. سگ زد برادر شغاله. من که فکر نمی کنم داداشش هم بهتر از خودش باشه. سگ زد برادر شغاله. بهتر, مو... بهتر بودن means to be better than. دیوار موش داره، موش هم گوش داره. دیوار موش داره، موش هم گوش داره. Literally it means the wall has mouse and the mouse has ears. That is, one should be careful in speaking and one should not say any words anywhere in any group. Because someone may be an informer and tell it back. یعنی در سخن گفتن باید محتاط باشیم و در هر جا و در میان هر جمع و گروهی نباید هر حرفی را بزنیم چون ممکنه کسی خبرچینی کنه و اون رو بازگو کنه خبرچینی کردن means to tell on بازگو کردن means to tell it to other people باز means again Go is گفتن to tell. So it means to tell it again to other people. من فقط رازم رو به دوستم گفتم. ولی بعد دیدم که همه میدونن من فقط رازم رو به دوستم گفتم. ولی بعد دیدم که همه میدونن دونن. خب دیوار موش داره. موش هم گوش داره. نباید به همه اعتماد کنی حتی دوستت. خب دیوار موش داره. موش هم گوش داره. نباید به همه اعتماد کنی حتی دوستت. راز مین سیکرت اعتماد کردن مینز تو تراست. مثل سگ ترسیدن مثل سگ ترسیدن وقتی از کسی یا چیزی ترس و وحشت زیاد داریم میگوییم مثل سگ ترسیدم. Literally it means scared like a dog. When we are very afraid of something or someone, we say I was scared like a dog. Look at these funny examples. Pesadoim Mes Sag as Honumes Mitarse. Pesadoim Mes Sag as Honumes Mitarse. Pesadoi is my cousin. Miss سگ, Like a dog. خانوم is wife. مثل سگ و گربه به هم پریدن مثل سگ و گربه به هم پریدن یعنی درگیری و مشاجره و ناسازگاری دائمی بین دو نفر درگیری و مشاجره و ناسازگاری دائمی بین دو نفر پریدن here means to fight fighting like cats and dogs. It means constant conflict and argument and incompatibility between two people. Again, a funny example. پسر داییم و خانومش مثل سگ و گربه به هم می پرن. همیشه دعوا می کنند. پسر داییم و خانومش مثل سگ و گربه به هم می پرن. همیشه دعوا می کنند. به هم پریدن means to fight. دعوا کردن also means fighting. امیدوارم که این کلیپ رو دوست داشته باشید. اگر سوالی دارید لطفا توی کامنت ها از من بپرسید. ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید.